رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا در عراق. درست قبل از شروع عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، رژیم ایران یک نقشه بسیار ارزشمند به ما داد که استعداد نیروهای طالبان و موقعیت آنها را نشان می‌داد. نیویورک تایمز، 3 نوامبر 2013. همه چیز وقتی رئیس جمهور جورج بوش سخنرانی محور شر خود را ایجاد کرد متوقف شد. ما بار دیگر در زمانی که من سفیر آمریکا در عراق بودم با رژیم ایران ملاقات کردیم. بلافاصله بعد از 11 سپتامبر، زمانی که من در وزارت خارجه خدمت می کردم، با دیپلمات‌های رژیم ایران ملاقات و درباره گام‌های بعدی در افغانستان با آنها تبادل نظر می کردم. در آن زمان ما دشمن مشترکی داشتیم که طالبان به عناصر القاعده وابسته به آن بود و معتقد بودیم که ارزش آن را دارد که همکاری با یکدیگر را آزمایش کنیم. رژیم ایران در یک نقطه حتی یک نقشه بسیار ارزشمند که استعداد نیروهای طالبان و موقعیت آنها را نشان می‌داد، درست قبل از شروع عملیات نظامی آمریکا به ما داد. سپس ناگهان همه چیز وقتی که رئیس جمهور جورج بوش سخنرانی معروف محور شر خود را در سال 2002 ایراد کرد متوقف شد. سران حکومت ایران به این نتیجه گیری رسیدند که علی‌رغم همکاری آنها در جنگ، آمریکا کماکان به طور آشتی ناپذیری با آنها دشمنی می کند. در آن زمان ما در حال مذاکره بر سر جابجایی گلبدین حکمتیار از بازداشت خانگی در ایران به بازداشت در افغانستان و نهایتاً به آمریکا بودیم. اما به جای این کار، مقامات رژیم ایران ورود مخفیانه او به افغانستان را تسهیل کردند که هنوز هم در آنجاست و علیه نیروهای ائتلاف و نیروهای افغان دست به حمله می‌زند. ما بار دیگر در 2007، زمانی که من سفیر آمریکا در عراق بودم، با رژیم ایران ملاقات کردیم. هدف ما این بود که رژیم ایران را متقاعد کنیم که از مقتدی صدر و گروه‌های شبه نظامی که در عراق دست به حمله می‌زدند حمایت نکند. با اینکه این مذاکرات به جایی نرسید، ولی حداقل باعث متقاعد شدن نوری مالکی شد که به کارگیری زور تنها راه مقابله با شبه نظامیان است و او عملیات موفقیت آمیزی را با حمایت نیروهای ائتلاف در 2008 علیه آنها شروع کرد. تحلیل سپاه پاسداران حکومت آخوندی از نتایج سفر مالکی به آمریکا. اگر دولت مردان عراقی هوشمندی به خرج ندهند، چه بسا پیامدهای منفی سفر المالکی به واشنگتن از نتایج مثبت آن بیشتر باشد. تنش‌های ایران و آمریکا فراتر و پیچیده‌تر از آن است که در شرایط فعلی در رفع این تنش‌ها از دست بغداد کاری ساخته باشد. سفر نوری المالکی به آمریکا و ارزیابی صداقت اوباما. خبرگزاری سپاه پاسداران، 14 آبان 92. اوباما در حالی در دیدار با مالکی ادعای حمایت از دموکراسی و مقابله با القاعده در عراق را دارد که متحد وی یعنی عربستان تحت حمایت آمریکا گروه‌های تروریستی و سلفی در عراق را پشتیبانی می‌کند. سفر 3 روزه نوری المالکی نخست وزیر عراق به آمریکا نظر محافل مختلف سیاسی و رسانه‌ای را برانگیخته و تحلیل‌های گوناگونی نسبت به اهداف و پیامدهای این سفر مطرح شده است. برخی این سفر را تشریفاتی و فاقد نتایج مهم و عملی دانستند، اما در مقابل گروهی بر این باورند که با توجه به شرایط حساس منطقه، دیدار المالکی با مقامات آمریکایی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از سفر گمانه‌های زیادی درباره اهداف و موضوعات مورد بحث میان المالکی و مقامات کاخ سفید مطرح شده بود، از جمله بحران سیاسی و امنیتی عراق، همکاری علیه القاعده، امضای قراردادهای تسلیحاتی، جلب حمایت آمریکا برای انتخابات 2014 عراق، کمک به حل بحران سوریه و نشست ژنو 2 و میانجیگری در مناسبات ایران و آمریکا.
در وهله دوم مالکی تمایل زیادی دارد تا موقعیت خود را در انتخابات سال آتی تثبیت نموده و برای سومین بار سکان نخست وزیری را در اختیار بگیرد. با این حال در خصوص سفر المالکی به آمریکا و نتایج آن ابهاماتی وجود دارد. دلیل این دوگانگی تهدیدهایی است که آمریکا به رغم روابط خوب با بغداد نسبت به دولت مالکی دارد. در همین راستا همزمان با سفر نوری المالکی به واشنگتن، گروهی از سناتورهای ارشد آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما اعلام کردند که مالکی به دلیل همسویی با ایران عراق را به جنگ فرقه‌ای سوق خواهد داد. در این نامه که رسانه‌ها لحن آن را تند و غیر معمول توصیف کردند، سناتورهای مانند جان مککین، لینزی گراهام، کارل لوین به اوباما هشدار دادند که سیاست‌های نادرست نوری المالکی باعث موج خشونت‌ها در این کشور شده است. حمایت دولت مالکی از نظام سوریه نیز از دیگر عواملی است که دولت آمریکا را نسبت به او ناخشنود کرده و به طور طبیعی آمریکا و جبهه ضد سوری از همراهی بغداد با تهران نگران هستند. بنابراین حمایت از نوری المالکی در انتخابات آتی هیچ تضمینی ندارد و اگر همچنین حمایتی صورت گیرد قطعاً مشروط به مطالبات متعددی از سوی آمریکا خواهد بود. اساساً هیچ بعید نیست کاخ سفید همانند انتخابات پیشین که به دنبال نخست وزیری جریان‌های سکولار و همسو با خود مانند العراقیه بود، این بار نیز با کمک همپیمان منطقه‌ای خود جهت مهندسی انتخابات به اعمال نفوذ بپردازد و به همین دلیل برخی ناظران در مورد اینکه مالکی چه چیزی از واشنگتن می‌خواهد حساس نیستند، بلکه در مورد خواسته‌های واشنگتن از المالکی نگران هستند. بحران سوریه و نشست ژنو دو دارای پیچیدگی و ابهامات فراوانی است و در جایی که قدرت‌های بزرگ در حل آن عاجز مانده‌اند، بعید است عراق بتواند راهی بگشاید. این در حالی است که به عراق به عنوان حامی نظام سوریه نگریسته شده و در نتیجه از این کشور انتظار نقش میانجی نمی‌رود. تنش‌های ایران و آمریکا نیز فراتر و پیچیده‌تر از آن است که در شرایط فعلی در رفع این تنش‌ها از دست بغداد کاری ساخته باشد. در پایان باید گفت که اگر دولت مردان عراقی هوشمندی به خرج ندهند، چه بسا پیامدهای منفی سفر المالکی به واشنگتن از نتایج مثبت آن بیشتر باشد. رهایی عراق از مشکلات سیاسی و چالش‌های امنیتی بیش از هر چیز با اتکا به توانمندی‌های داخلی عراق و وفاق ملی میان جریان‌های سیاسی این کشور صورت می‌گیرد و دلبستن به وعده‌های توهی آمریکا نه تنها گرهی از کار عراق نمی‌گشاید، بلکه بر حجم مشکلات این کشور خواهد افزود.